با درود. همونطور که تو جلسه قبل توضیح دادم، ما قراره همچنان یه سری نکات رو از قبل دوره بکنیم و بعد بریم سراغ نکات جدید. توی این جلسه دو تا تکنیک جدید یاد میگیریم. اگه یادتون بیاد ما گام ها رو یاد گرفتیم که به چه صورت باید دستمون رو حرکت بدیم. به طور مثال 1 2 3 اول حرکت میکرد، بعد دستمون رو رد میکردیم، 1 2 3 4 5 میزدیم. حالا قراره همین تکنیک رو کوتاه‌تر تمرین کنیم. مثلا میایم 1 2 رو میزنیم، دوباره 1 2 بعدی رو رد میکنیم دستمون رو، اونم اجرا میکنیم. یا میایم 1 2 3 میزنیم، بعد بازم رد میکنیم، 1 2 3 بعدی رو ادامه میدیم. توی چند تا درس ما اینا رو تمرین میکنیم و یه سری نکات دیگه هم حین درس ها با هم یاد میگیریم. توی درس دوم ما قراره تکنیک جدیدی رو یاد بگیریم. البته روند این تکنیک برامون جدیده، وگرنه همون تکنیکی که توی گام نوازی ما یادش گرفتیم، به این صورت که ما گام رو اجرا می‌کردیم. حالا اینجا قراره 6 تا 6 تا حرکت بکنیم. یعنی میگیم دو ره می، انگشت یک میچرخه، فا سول لا، دوباره از ره شروع می‌کنیم. توی 9 میزان این اتفاق می‌افته که ما تک تک نوتا رو هر دو میزان میبریم بالا. همین حرکت رو توی دست چپ هم به شکل پایین رونده امتحان میکنیم. حالا تو خود درس دقیقا از همین تکنیک قرار استفاده کنیم، با این تفاوت که توی نوتای دست راست و البته دست چپ الگوی چنگ چنگ سیاه داریم. اینجا ما همه رو سیاه اجرا کردیم، ولی خب اونجا چنگ چنگ سیاه داریم. درس رو اجرا میکنم، به تکرارها دقت بکنید توی درس که توضیح میدم دوباره.
توی این درس ما میزانم 4-4 رو داریم که خب 4 ضربیه، 1 و 2 و 3 و 4 و میشماریم چون پر از نوتهای چنگه توی این قطعه و نمیتونیم 1 2 3 4 بشماریم. این کارمون سخت میشه اگر بخوایم 1 2 3 4 بشماریم. قطعمون با یک میزان ناقص شروع میشه. به این نکته توجه کنید که ما میزان ناقص رو نمیشماریم، یعنی میزان اولمون اون میزان ناقص نیست، میزان اصلیه که شروع شده و 4 ضربه اون میشه میزان اولمون. پس تو میزان ناقص ما دو تا چنگ داریم که 4 و میشماریم، 4 و حالا روی 1 و شروع میکنیم، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و. به همین ترتیب الگوی اصلیه که توی دست راست داره اتفاق میفته، دست چپ هم که خب روندش مشخصه. ما یه تکرار ولت 1 و ولت 2 داشتیم. خب ولت 1 3 ضرب بود که خب ضرب چهارمش توی همون میزان ناقص اتفاق افتاده. ولت 2 هم اون 4 و یا در واقع دو تا چنگ آخرش افتاده توی بخش بعدی که ما الان ولت 1 رو اجرا میکنیم، میشه 1 و 2 و 3 و که میزان 8 ما میشه. چون برمیگردیم از اول، اون 4 و توی میزان ناقص میفته. حالا بخش دوم یعنی ولت 2 میشه 1 و 2 و 3 و حالا دست چپ شروع میکنه 4 و به این صورت 4 و. حالا اتفاقی که اینجا افتاده یه فرصتی به ما داده دست چپ که این حرکت رو انجام بدیم. 2 C دو تا چنگ لا تو میزان 10 که سفید نقطه داره، این سفید نقطه دار فرصت میده ما انگشت یکمون رو بچرخونیم. حالا میزنیم سول فا می که با سفید نقطه دار، حالا ری دو سی. اینجا فرصتمون دیگه کوتاه میشه. حالا برای اینکه خب این نوتای کشیده خیلی دیگه زیاد طولانی نشه، دست راستمون قراره کمکمون کنه. توی این فضای خالی دست چپ دو تا دوبل نوت سیاه میزنیم، میشه دوباره همین رو تکرار میکنه، از دینامیکی با هم فرق میکنن. توی این میزان آخر این بخش یعنی میزان 17 ما داریم میزنیم لا سفید که دست راست یه سکوت سیاه داره، بعد یه دونه سیاه دو لا، بعد دست چپ میره روی سول، دست راست هم رفاسی که خب هم تاکید داره هم فرماتا، یکم روش میمونیم. حالا باید برگردیم از اول قطعه اجرا کنیم. چرا؟ چون نوشته دی سی آل فینه. توی دی سی آل فینه ما قطعه رو از اول تکرار میکنیم تا علامت فینه اجرا میکنیم. کاری که میتونیم انجام بدیم توی این حالت اینه که ولت 1 رو این بار حذف کنیم. توی اجرای من ولت 1 هم وجود داشت ولی شما میتونین حذفش کنین، فقط ولت 2 رو اجرا بکنین مستقیم روی همون فینه قطعه تموم بشه. از نظر دینامیکی توی این قطعه ما با مزو فورته شروع میکنیم. کل بخش اول قطعه مزو فورته هست، نیاز نیست کار خاصی انجام بدیم، فقط یه سری تاکیدها اکسنت‌ها داشتیم. توی بخش دوم که دست چپ ملودی رو شروع میکرد گفتم دو بخش داشتیم که بخش اولش فورته اجرا میکرد، همونو تکرار کرد با پیانو و آخر قطعه هم به همون صورت قبل، چون توی آلفینه در واقع روی فینه تموم میشه، مثل قبل فقط با تاکید قطعه رو تموم میکنیم.